بزرگ هم عاشقشن. بریم با هم مرحله به مرحله طرز تهیه این کتلت سنتی کانال چاشنی آشپزی رو ببینیم. مواد لازم: 5 عدد سیب زمینی متوسط که وزنش حدوداً 750 گرمه، 2 تا پیاز متوسط، 400 گرم گوشت چرخ کرده و ادویه ها شامل 2 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری یا 1 قاشق چایخوری سرصاف فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پر ادویه کاری و حدوداً 3 قاشق چایخوری سرصاف نمک. برای درست کردن کتلت سنتی و اصیل ایرانی هم نیازی به تخم مرغ نداریم. نگران وارفتنش هم نباشیم. به هیچ عنوان نمیره و فوق‌العاده خوشمزه است این کتلت. خب اول میریم سراغ پیاز و سیب زمینی و سیب زمینی ها رو با قسمت ریز رنده میکنیم. شما هم حتما ریز رنده کنی سیب زمینی رو تا خوب بپزه و خام نمونه. حالا آب اضافی سیب زمینی رنده شده رو میگیرم. میتونید این کار رو بدون صافی هم انجام بدین. فقط حواستون باشه که خیلی بیش از حد آب سیب زمینی رو نگیرین که خشک و تفاله نشه. چون اگه بیش از حد آب سیب زمینی رو بگیریم مغز کتلت بیمزه و خشک میشه و اون لطافتی رو که باید داشته باشه از دست میده. خب ببینید فقط با چند تا فشار کوچیک من آب اضافی سیب زمینی رو گرفتم. میبینید سیب زمینیم هنوز نرم و لطیف و خشک نشده. حالا میریزمش داخل یک کاسه و دوتا پیاز متوسطی هم که داشتم و با همون قسمت ریز رندش میکنم. خب من پیازم هم رنده کردم. حالا آب اضافی پیازم هم میگیرم. آب پیاز رو نیازی نیست که خیلی بگیرین و فشارش بدین. فقط اون آبی که ازش رده شده و تو ظرف جمع شده رو بگیرین کافیه. ببینین پیازم هم هنوز یه مقدار آب داره و خشک نشده. پیاز آب گرفتم میزمش داخل کاسه. بهش گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنم. و زردچوبه و کاری و فلفل سیاه و نمک هم بهش اضافه میکنم. زردچوبه باعث میشه که کتلت خیلی خوش رنگ تر شه و کاری هم باعث خوشتر و خوشمزه تر شدن کتلتمون میشه. خب حالا موادم خوب با هم ورز میدم تا کاملا یک دست و مخلوشه و گوشت و سیب زمینی به حدی مخلوشه که سیب زمینیم خیلی مشخص نباشه داخل موادم. دلیل اینکه کتلت خیلی وامیره اینه که مایه کتلت رو به اندازه کافی ورزش نمیدن. مایه این کتلت انقدر چسبنده است که اصلا نیازی به تخم و مرغ نداره. پس اصلا نگران وارفتنش نباشین و موادتون رو فقط به اندازه کافی ورزش بدین. اگه مواد کتلت شما شل بود میتونین بهش یکی دو قاشق آرد سوخاری اضافه کنین تا منسجم تر شه. خب ببینیم من مایه کتلت هم خوب ورزش دادم و کاملا یک دست و یک رنگ شد و سیب زمینیش مشخص نیست هستن. میتونیم به راحتی تو دستتون ورزش بدین و داخل دستتون پهنش کنین و بهش فرم بدین. اگه از دستکش استفاده نمی کنین بهتره که دستتون رو کمی خیس کنین تا کتلت به دستتون نچسب و راحت تر بهش فرم بدین. خب بریم سر گاز تا این کتلت های خوشمزه رو سرخشون کنیم. مایتا برمیزم رو حرارت و روغن میریزم تا داغ شه و بعد کتلت ها رو سرخشون میکنم. برای سرخ کردن کتلت هم که از حرارت متوسط استفاده میکنیم. چون حرارت زیاد باعث میشه که کتلت سریع بسوزه و مغز پخ نشه و حرارت کم هم باعث جمع شدن کتلت و آب انداختنش میشه. خب اجازه میدم یه طرف کتلت ها سرخ شن و بعد اینکه یه طرف سرخ شد کتلت ها رو برمیگردونم. ببینیم بعد اینکه دور کتلتامون سرخ شدن و رنگ گرفتن برمیگردیم تا طرف دیگه‌شون هم سرخ شه. خب کتلتای فوق‌العاده خوش رنگ و ترد و خوشمزه‌مون آماده است. ببینی اصلا وا نمیره و ترد و لذیذه.
من بعد اینکه کتلتا رو سرخ کردم همراه سری آخر کتلتام چند تا گوجه و فلفلم میذارم که سرخ شه و داخل یه مایتابه دیگه سیب زمینی رو سرخ میکنم. به نظر من کتلت ساده و سنتی خوشمزه ترین کتلته. ببینی چقدر خوش رنگ و ترده؟ امیدوارم شما هم این کتلت خوشمزه رو درستش کنین، از خوردنش لذت ببرید. دوست عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین.